در تالار رئیسی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک بوبوجان غفوروف ملاقات رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله رحمانزاده با جوانان فعال دانشگاه دایر گردید. میرزا قاسم کریمزاده سردار رئاسیت کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت چاره‌بینی را افتتاح بخشیده، بعدن رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله برآمد نموده، دایر به نقش پیشوای ملت در حفظ و تحکیم استقلالیت دولتی، احترام و گرامی‌داشت ارزش‌های ملی، تهدید و خطرهای زمان معاصر، خصوصا پهشوی بیماری سرایتی کووید 19 و پیامدهای ناگوار آنها به سلامتی اهالی و ساحه‌های اقتصادی ملی ابراز اندیشه نمود. تمام جامعه بشری نیز باشد در روبروی همین پاندمی با زانو نشست. با زانو نشون دولت‌های پیشرفته دنیا را. وظیفه یک دولتدار، یک مسئول مقامات دولتی از چی عبارت است؟ افضلیت‌ها را معین کردن. همون مؤسسه ورزشی 200 نفر ورزشکار مشق تمرین می‌کند. من گذشتم از بحری مدالیم. نبیارد اون مدالا صحتی مردم در جای اول من گرفتم برای احتیاط همین چیز امکانیت خودم از کردم دیگر کشورها بیمارخانه ساختیستن دیگر چیز ما یک مؤسسه را گرفتیم تبدیل بوده با مؤسسه طبی در کار نشد. رحمانزاده عبدالله قید کرد که جوانان باید از ظهورات نامطلوب جامعه خصوصا تروریسم و اکستریمیسم، حقوق ویرانگونی، جنایتکاری، زیرکی سیاسی را از دست نداده و هر گونه حزب و حرکت ها شامل نگردیده بلکه با حس بلند ملی، افتخار وطنداری در پیشرفت وطنی عزیزمون سعی و تلاش نمایند. در انتها مدیر شعبه کار با جوانان دانشگاه خیام‌الدین اسماعیلوف برآمد نموده به چنین ملاقات سودمند با رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نمود و تاکید کرد که در پرتوی دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان منبر نیز همه اقدام و تشبث‌های جوانان را منتظم و همه‌طرفه دستگیری نموده با مقصد بلند برداشتن ثمرانگی سیاست دولتی جوانان و فعالگردانی اشتراک آنها در حیات اجتماعی اقتصادی تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نمایند. مهرانگیز رسول‌زاده و طاهر کریم جانف فروخت.